سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. از کامنت های پرمهرتون خیلی تشکر میکنم. اکثر وقتا تک تک کامنت ها رو میخونم و کلی ازشون انرژی میگیرم و انگیزه پیدا میکنم تا ویدیوهای بیشتری بسازم و باعث بشه آگاهیتون بره بالاتر، خودتون یک مشاور تغذیه بشید که این امکان پذیره و در حقیقت اگه ما بخوایم زندگی با کیفیت تری داشته باشیم باید پزشک خودمون باشیم و این دخالت در امور پزشکی نیست. شما مشاور تغذیه میشید و کمک میکنید به خودتون و خانوادتون تا سلامتیتون ارتقا پیدا کنه. تو این ویدیو میخوام راجع به اشتباهات خوردن این سبزی شفابخش فوق‌العاده بگم، چون همین الان 80% افراد نمیتونن سیر استفاده کنن. کسی که میگیره داره، پلاکتش پایینه، تپش قلب داره، مشکلات گوارشی داره، فشارخونش پایینه، کبدش گرمه. اکثر افراد الان یه سری مشکلاتی دارن که نمیتونن این سبزی شفا بخشو بخورن. اما من میخوام به شما امید بدم و از تجربه براتون بگم. خیلی از دوستان برای ما میپرسن که شما طبق مبنای کدوم دانشگاه، کدوم تحقیق علمی صحبت میکنیم؟ من گاهی وقتا وقتی راجبه یه موضوع دارم صحبت میکنم، اگه راجبش تحقیقات علمی دقیقی انجام شده باشه اون تحقیقاتو براتون میگم، اما خیلی وقتا هست که ما تجربه داریم و توی این ویدیو من فقط میخوام به شما تجربه بگم، چون همه میدونن سیر بی نهایت خوبه برای تمامی دردهای مفصلی، بیماری های سرد مزاجی، MS، پارکینسون، آلزایمر، غلظت خون، فشار خون بالا، برای تقویت قلب، برای برطرف کردن گرفتگی قلب و عروق، برای تمام بیماری های عفونی شما میتونید از سیر استفاده کنید. اما اکثرا به محض اینکه شروع میکنن به خوردن سیر، وقتی از فوایدش با خبر میشن نمیتونه تحمل کنه بدنش. بدنش میریزه بیرون، خارش میگیره، کهیر میزنه، اگزما داشته شدیدتر میشه، دمل میزنه، جوشهای خیلی زیادی میزنه، دچار سردردهای شدید میشه، تپش قلب میگیره و باعث میشه که دیگه این سبزی شفابخش فوق‌العاده رو مجبور بشه برای همیشه بذاره کنار، در حالی که این راهش نیست. و من طبق تجربیاتی که طی این سالها داشتم میخوام بهت بگم سیر رو چطور استفاده کنی طبق مبانی طب ایرانی تا هم از فوایدش بهره ببری و هیچ مضراتی برات نداشته باشه. به طور کلی دوستان، از نوک پا تا موی سر شما هر مشکلی داشتید میتونید از سیر استفاده کنید. موضوع اینجاست که چون ما اطلاعات کافی راجع به طب ایرانی نداریم، نمیدونیم مصلح چیه، اصلاح کننده چیه، چه مواد غذایی رو باید در کنار سیر استفاده کنیم تا این تعدیل بشه و بتونن همه افراد استفاده کنن به غیر از افرادی که اگزمای شدید دارن و پلاکت خونشون پایینه، نمیتونن استفاده کنن. این افراد باید اول درمان بشن، بعد به شکلی که میگیم سیر استفاده کنن. از اونجایی که قدیمیای ما خیلی کارشون درسته، تو این یه مورد هم خیلی تحقیق کردیم، بررسی کرد که سیر رو چطور استفاده میکردن، چطور میخوردن، در کنار چه غذاهایی استفاده میکردن، برای درمان چه بیماریهایی ازش استفاده میکردن. الان اشتباهی که افراد میکنن اینه که سیر رو همین شکلی که هست همراه غذاشون میخورن، متوجه میشن خب فوایدش خیلی زیاده و همراه غذاشون میخورن. این یکی از اون اشتباهی رایجی که انجام میشه. به هیچ عنوان سیر رو نباید به اون حالتی که وجود داره بخورین. فقط افراد بلغمی مزاج میتونن سیر رو در کنار غذاشون به همون شکلی که وجود داره گاز بزنن و کنار غذاشون بخورن. در این صورت خیلی غذا بد هضم میشه و باعث میشه مشکلات کبدی برام به وجود بیاد. این گیاه شفابخش رو قدیم ترای ما داخل سرکه میذاشتن و سیر ترشی درست میکردن. البته سرکه‌هاشون طبیعی بود، با سرکه‌های الان خیلی متفاوت بود. سرکه باید طبیعی باشه و سیر ترشی‌های 7 ساله درست میکردن و سیر ترشی که 7 ساله شده بود درمان بود. میگم براتون برای درمان چه بیماری‌هایی میتونی از سیر ترشی استفاده کنین. در این صورت سیر متعادل میشد، در کنار سرکه تب سردی داره تعدیل میشد و فوایدش متفاوت میشد، چون روی سیر تخمیر ایجاد میشد و همین تخمیر باعث میشد که سیر فوایدش چندین برابر بشه، بوی بدی نده و تاثیراتش قوی تر بشه، نفوذ بهتری داشته باشه. گرچه راجع به سیر سیاه هم چون الان بیشتر در دسترس هست میگم براتون که سیر سیاه رو چطور استفادهش کنید. سیر ترشی رو در کنار غذاهاتون، مخصوصا غذاهایی که پرچرب هست، غذاهایی که هضم سنگینی داره مثل آبگوشت،
استفاده کنید. خیلی هضمش رو بهتر میکنه، گواراتر میکنه و فواید اون غذا رو چندین برابر میکنه، چون سیر ترشی روش تخمیر ایجاد شده به وسیله اون سرکه، باعث جذب بهتر ویتامین ها و املاح و مواد معدنی در دستگاه گوارش میشه و تعدیل باکتری های روده میشه که باز این خودش خیلی کمک میکنه به پیشگیری از انواع عفونت ها. خوردن سیر به صورت سیر ترشی یکی از ایمنترین روش هاست، مخصوصا برای افراد گرم‌مزاج که باعث تپش قلب نمیشه، باعث سردرد، بالا بردن آنزیم های کبد و مشکلات ریه نمیشه. سیر یکی از بهترین رقیق کننده های خونی، یکی از بهترین هاست. این سبزی شفابخش سیر باعث تقویت عضله قلب میشه، هم مانع رسوب رگ های قلب میشه و هم بهترین رقیق کننده خونه. اما مشکلی که هست، اکثر افراد در حال حاضر مخصوصا عزیزان بالای 50 سال دارن رقیق کننده خون میخورن. وارفارین، آسپرین و اکثر داروهایی که هست الان دیگه مشخص شده که خیلی عارضه میذاره بعد از 100 سال استفاده از این داروها، حالا دیگه داره عوارضش مشخص میشه و حالا دارن پیشنهاد میکنن که کمتر مصرف بشه. خوب که دیگه تلفات گرفته، حالا دارن به مردم میگن که استفاده نکنید. خدا میدونه چند هزار داروی دیگه هم وجود داره که الان داره داروخونه فروش میره، ولی ممکنه 10 سال دیگه بگن دیگه اینا از رده خارج شده و استفاده نکنید. یکی از مشکلاتی که آسپرین به وجود میاره باعث میشه رگ‌ها نازک و نازک‌تر بشن، خون رو رقیق میکنه، به همون نسبت باعث میشه شریان‌ها نازک بشن. اما وقتی که ما میایم از یک جایگزین مناسب به تعدیل و به تعادل ازش استفاده میکنیم و زیاده روی نمیکنیم تا مصرفش، جایگزین آسپرین و انواع قرص‌های رقیق کننده هست. برای استفاده از سیر دو تا پیشنهاد دارم. اگه میخواین فشار خونتون رو بیارین پایین، اگه میخواین خونتون رو رقیق کنین، میخواین قلبتون رو تقویت کنین، میخواین فلور رو رودتون رو تنظیم کنین، میخواین یکی از بهترین حمایت کننده‌های سیستم ایمنی بدنتون استفاده کنین، میخواین به اندازه کافی ویتامین‌های گروه بیو به بدنتون برسونین، میخواین برای برطرف کردن تمام مشکلات عفونی استفاده کنید، ایمن باشه و مشکل براتون پیش نیاد، این دوتا روش بهتون کمک میکنه. روش اول که ما سالیان سال بابتش تجربه داشتیم و گاهی وقتا افرادی بودن به قدری بدنشون عفونت داشته، حتی دچار عفونت خون بودن یا دیابت داشتن که بدنشون پر از آماس و عفونت بوده و زخمای دیابتی داشتن، این روش بهشون پیشنهاد دادیم و خیلی عالی بوده. هر 6 ساعت یه حبه سیرو تیکه تیکه کنید. یکی از اون اشتباهی رایجی که انجام میشه، سیرو درسته قورت میدن. هیچ فایده براتون نداره، نه اینکه هیچ فایده ای نداشته باشه، یعنی اون انتظاری که از فواید سیر داریم براتون نداره. خب سیر رو تیکه تیکه کنید یا رنده کنید، یه لیوان تقریبا بزرگ شربت عسل درست کنید. عسلش باید خوب باشه، عسل واقعا باید مال زنبور عسل باشه و عسل های صنعتی و کارخونه ای نباشه. داخل یه لیوان آب یه قاشق عسل بهش اضافه کنید، اینقدر که شیرینیشو دوست داشته باشید، و یه حبه سیری که متوسط هست بهش اضافه کنید و هر 6 ساعت یک لیوان بخورید. یعنی هر 6 ساعت یه حبه سیر متوسط با یک لیوان. هر عفونتی که تو تنتون باشه برطرف میکنه. یعنی شما میخواین قوی ترین آنتیبیوتیک که مصرف کنید، قوی تر از این ما سراغ نداریم که رو طیف گسترده از عفونت ها اثر میذاره. الان هم که دیگه فصل پاییز عفونت های ویروسی خیلی زیاد میشه، وقتی که بدنتون درگیر هست به این شکل عمل کنید و تا خوب شدن کامل استفاده کنید و بعد دیگه متوقفش کنید. به مدت 10 روز استفاده نکنید. اما اگه میخواین که فشار خونتون رو بیارین پایین، خونتون رو رقیق کنین، برای پیشگیری از بیماری عفونی استفاده کنید، برای پیشگیری منظورم هست، و تقویت سیستم ایمنی بدنتون استفاده کنید، روزی یک حبه سیر، تقریبا روزی یک حبه سیر درشت با یه لیوان شربت عسل. فراموش کردم لیمو ترش تازه رو بگم، هر برای بیماری‌های عفونی هم باید لیمو ترش تازه بهش اضافه بشه. یک نصف لیمو ترش تازه کامل باید بهش اضافه کنید. این یک ترکیب متعادل و تعدیله که باعث سردرد نمیشه. من خودم جزو افرادی هم که وقتی سیر میخورم خیلی سردرد میشم، تپش قلب میگیرم، واقعا نمیتونم استفاده کنم. ایرانی‌ها به ذات کبدشون گرمه، به خاطر همین باید مصلح مواد غذایی رو بلد باشیم استفاده کنیم. مصلح سیر لیمو ترش تازه است، شربت عسله، به این روش خیلی عالیه. سرکه است،
اگه شما سیر ترشی در اختیار ندارید که بهتر اقدام کنید و برای خانوادهتون این سبزی شفابخش رو به صورت سیر ترشی داشته باشید تا همه اعضای خانواده ازش استفاده کنن، که بهترین حالت خوردن وقتی که ما بیمار نیستیم اینه که به صورت سیر ترشی در کنار غذاهامون استفاده کنیم. پس از همین الان اقدام کنید و برای خودتون سیر ترشی درست کنید. پس اگه بخوام به صورت تیتروار بهتون بگم، برای پیشگیری از هر نوع بیماری و درمان فشار خون، چربی خون، رقیق کننده خون، روزی یه حبه سیر با شربت عسل که لیمو ترش تازه داره. روش دوم، از سیر سیاه استفاده کنید. سیر سیاه همون سیر سفیده، اما یه فرایند یه تخمیر روش صورت میگیره که طی اون فرایند ماده به اسم سولفور ازش جدا میشه و باعث میشه دیگه اون بوی نامطبوع رو نداشته باشه. اینش خوشاینده، زمینی که خواصش هم کم نشه. این خیلی دوستان فوق‌العاده است. من طی این سالها خیلی تجربه داشتم راجع به سیر سیاه، اما چون خیلی از عزیزان در دسترس ندارن بهشون پیشنهاد میکنم سیر سفید و تیکه تیکه کنن و داخل شربت عسل میل کنن. در غیر این صورت سیر سیاه خیلی عالیه، بوی نامطبوع نداره، خوردنش خیلی راحته، به هیچ عنوان عوارض جانبی که برای بعضی از مزاج ها سیر سفید درست میکنه همچه مشکلی به وجود نمیاره، خیلی متعادل میشه. در حقیقت بهتره بگم سیر سیاه معادل همون سیر ترشیه. پس اگه دسترسی به سیر سیاه نداری حتما سیر ترشی درست کنید. سیر سیاه سازگاری خیلی خوبی با اکثر مزاج ها داره و چون آنتی اکسیدان هاش طی اون فرآیند تخمیر چندین برابر شده، خواصش هم چندین برابر سیر معمولی هست. خیلی میتونم راجع به سیر سیاه بگم. یکی از عزیزانم دچار عفونت رحم بودن و خیلی شدید بود. وقتی به هم زنگ زدن میگفتن من به قدر رحمم بوی نامطبوع میده که دیگه خودم دارم بوش حس میکنم و این خیلی آزاردهنده است. روابط زناشویی هم به مشکل برخورده. بهش گفتم هر روز که از خواب پا میشی یه لیوان شربت عسل درست کن، نصف لیمو ترش تازه بهش اضافه کن، از لحاظ دمایی باید این شربت گرم باشه و با دو تا حبه سیر متوسط سیر سیاه صبح تو شروع کن، یعنی به صورت ناشتا استفاده کن و هر روز این کار انجام بده تا کاملا خوب بشی. نتایج براش بی نظیر بود. طی یک هفته مشکلشون کامل برطرف شد، اما بهش گفتم یه هفته دیگه هم ادامه بده تا هر نوع عفونتی تو تنت هست برطرف بشه. برای انواع سرماخوردگی هم همینطور، هر 4 ساعت یک لیوان شربت عسل، نصف لیمو ترش تازه با یه حبه سیر. من این تجربه رو داشتم، تو سفر بودم، گفتم اینو بارها بهتون، جوری دندونم یهوی آبسه کرد که کل صورت من ورم کرده بود یک طرفه. و این دقیقا زمانی بود که خیلی از شما دوستان وقت ویزیت گرفته بودید در عمان و من قرار بود که روز بعد شما دوستانو ببینم. کلن صورت من طوری بود که مثلا نمیتونستم حرف بزنم، ورم کرده بود، یک طرفه شده بودم، حتی با ماسک امکان پذیر نبود. و چون شرایط ویژه‌ای بود من شروع کردم به هر 2 ساعت استفاده از سیر سیاه، 2 تا حبه سیر سیاه با شربت عسل لیمو ترش. جالب اینجاست وقتی خوابیدم صبح که بیدار شدم کلن تمام این التهاب، ورم و عفونت صورت من خوب شده بود. نه تنها دیگه هیچ دردی نداشتم، بلکه تمام اون آبسه از بین رفت. و از این مورد درمان ها ما زیاد داشتیم که سیر سیاه باعث شده فشار خونشون بیاد پایین، افراد دیابتی باعث شده انرژیشون بره بالاتر، باعث شده دیگه بدنشون عفونت نکنه. این خیلی دوستان فوق‌العاده است، چون عزیزان دیابتی یکی از دغدغه هاشون، نگرانی هاشون اینه که خب بدنشون عفونت میکنه و چیکار کنه، و همیشه این استرس رو دارن که دستشون نبره. و ما به عزیزان دیابتی همیشه پیشنهاد سیر سیاه رو بهشون میدیم، سیر ترشی رو یا همون سیر معمولی رو، تا بدنشون دچار عفونت نشه. من همیشه این مثال رو میزنم که سیر بهترین حمایتگر سیستم دفاعی بدنه. اینو شما در نظر بگیرید وقتی تو خط مقدم جنگ تعدادی دارن با تمام قدرت و وجودشون دارن میجنگن، اما یه جای دیگه کم میارن، نیرو کمه، مسلح نیستن، تجهیزات کامل ندارن و اون منجر به شکست در جنگ میشه. اما در همون لحظه به اندازه کافی نیروی کمکی براشون میرسه، تجهیزات براشون میرسه و قوت قلب میگیرن و
پیروز میشن. وقتی بدن با عفونت درگیره، تمام سیستم دفاعی بدن ما قوام انرژیش گذاشته. وقتی سیر استفاده میکنید، برخلاف داروهای شیمیایی سرکوب نمیکنه سیستم دفاعی بدن رو، حمایتش میکنه، باعث افزایش گلبول‌های سفید میشه و همه جوره کمک میکنه تا اون عفونت و بیماری طی 24 ساعت که براتون گفتم صورت من خوب شد، خوب بشه. و جمع‌بندی این ویدیو، پس سیر رو هیچ وقت خالی در کنار غذا استفاده نکنیم، حتما سیر ترشی باشه یا سیر سیاه باشه. گاهی وقتا استراحت بدیم، وقتی که شما یکی دو هفته سیر خوردید، یک هفته به بدنتون استراحت بدید. کلن افراط در خوردن هر چیزی میتونه مضر باشه، این سبزی شفابخش عالیه اما به همه مزاج‌ها نمی‌سازه، باید تعدیل بشه، با سرکه تعدیل بشه یا سیر سیاه باشه یا با شربت عسل و لیمو ترش تازه باشه تعدیل بشه. وقتی ما برای پیشگیری از بیماری داریم استفاده می‌کنیم، روزانه 1 الی 2 حبه سیر سیاه مجاز هستیم و 1 حبه سیر سفید مجاز هستیم که ازش استفاده کنیم با شرایطی که بهتون گفتم. اما وقتی بدن ما با بیماری و عفونت درگیر هست، میتونیم هر 6 ساعت یا هر 4 ساعت استفاده کنیم به روشی که بهتون گفتم تا عفونت از بدن برطرف بشه. پس در 2 صورت ما نمیتونیم به هیچ عنوان از هیچ نوع سیری استفاده کنیم، برای عزیزانی که پلاکت خونشون پایینه و برای عزیزانی که اگزمای شدید دارن. اول باید درمان بشه. من داشتم بیمارانی که اگزماشون رو درمان کردن، تعدیل شدن و سیر ترشی داره استفاده میکنه و هیچ مشکلی براش پیش نیومده. با لایک کامنتتون باعث بشید که این ویدیو به دست خیلی‌ها برسه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.